کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. دا ونی د افغاني سریمیاشت ټولنې ونی د ټولنې سریمیاشت منځي خپل فعالیتونه د سریمیاشت ټولنه یو نړیوال سازمان دی. افغانستان کې د ټولنې نشته او د کلون کلون را دي پاته انساني خدمات وړاندې کوي. څه خدمات وړاندې کوي؟ څه ستونزې لري؟ څه باید وشي دغه ټولنه چې خصوصا په ټوله دنیا کې او په افغانستان کې بشریت ته او هغه کسانو ته چې ضرورت لري، احتیاج لري، ناتوانه دي، هغه ته خدمات وړاندې کوي. نو د دې فعالیتونه څنګه دي؟ په دې باندې یو ځانګړی درسن لرو د ډاکټر صاحب نیلا مبارز سره. ډاکټر صاحب نیلا مبارز د سری میاشتې د ټولنې سکرتر جنرال. ډاکټر صاحب بسیار زیات تشکر، سلامت باشین، فرصت دادن که صحبت کنیم. یه هفته سری میاشت در افغانستان است. اول اگه سر جمعیت سری میاشت به سطح جهانی چگونه به وجود آمد و فعالیتش را در افغانستان فعالیت سری میاشت اگه یک مختصر معلومات بدید. به نام خدا و عرض سلام به خدمت شما زوک صاحب محترم و تمام بینندگان عزیز تلویزیون محترم شما. جمعیت هلال احمر افغانی یکی از یک نهاد، یعنی قدیمی ترین نهاد خیریه در افغانستان است که هسته ازی 88 سال پیش توسط اعلی حضرت محمد نادرشاه شهید گذاشته شد، ولی اونا بسیار زود شهید شدن و بعد از او اعلی حضرت بابای ملت این پروسه را دوام دادن و در او وقتی به حیث یک نهاد اولین نهاد خیریه بود. اولین نهاد خیریه اصلا ثبت شده. بله. پسان البته در طول این مدتی تغییرات بهش آمد و به بسیار زودی عضو نهضت بین المللی صلیبای احمر بین المللی و هلالای احمر بین المللی شد. یک مدت در شروع تحت وزارت مالیه در وقت بود، ولی به خاطر که نهضت بین المللی هلالای احمر و صلیبای احمر بین المللی ایجاب میکنه که نهاد غیر حکومتی باشه، از دمو وقت تصمیم گرفته شد که از وزارت مالیه جدا شوه و به صفت یک نهاد خیریه مستقل کار بکنه. در شروع ریاست و سکرتر جنرال اولین شخص که در وقت بود پسر بابای ملت شهزاده احمد شاه بودن که هم رئیس و هم سکرتر جنرال افتخاری بودن و امی مهمه به پیش می بردن. و در داخل نهاد اولین مؤسسه که در داخل ما در اینجا مؤسسات مختلف داریم، اولین مؤسسه که ایجاد شد به نام مرستون یاد می شد. بله. اول دارالایتام نامش بود. بله. باز بسیار زود به نام مرستون یاد شد و در اون وقت می ایتام اینا تحت حمایت خود قرار می دادن و اونا را نگهداری می کردن، تحصیل و تعلیمشان را پیش می بردن که البته او تا به حال را ادامه داره. به این ترتیب قسمی که گفتم قدیمی ترین نهاد افغانستان است و عضو شبکه بین المللی 190 کشور نهضت و همچنان فدریشن است. ما هم عضویت کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنان عضویت فدریشن بین المللی صلیبا و هلالای احمر بین المللی رو داریم که اونا همه روزه بر ما، همیشه بر ما بسیار کمک و یاور هم بودن. بله. در کدام مورد همکاری دارین با هلال احمر جهانی و مؤسسات بین المللی که شما عضویتشان رو دارین؟ این همکاری چگونه است و در کدام ساعت صورت میگیره؟ اولا خب ما کل ما امو کنونشن های بین المللی ژنوا را پیروی میکنیم که در رابطه با مردم جنگ زده و در رابطه با التیام اعلام بشری اهداف مشترک داریم. هفت پرنسپ یا هفت اصل همه دیما را با هم متحد می سازد که اولین اصل ازی اصل غیر جانبداری است، دوم اصل بیطرفی است، اصل استقلالیت است، بشردوستی است، رضاکاری است،
و کمک های بشر دوستان است و جهان شمولیت است و همچنان یک مسئله بسیار مهمی است که در هر کشور صرف یک هلال یا صلیب وجود می داشته باشه که دیگرها تحت پوشش ازمو کار میکنن، که در افغانستان هم همچنین چیزی وجود داره. کمیته بین المللی صلیب سرخ یک یعنی شخصیت حقوقی بسیار خاص داره که اونا هم در افغانستان حضور دارن و ما با هم بر اساس همی هفت پرنسیپ یا اصل که همگی در اتفاق داریم کار میکنیم. مستقلانه با فعالیت میکنن از شما یا مشترک است با فعالیت های سرمیاشت افغانی و هلال احمر جهانی رد کلاس؟ فدریشن که تمام که یک نهاد است که از 190 نهاد جمعیت ملی ساخته شده. فدریشن در هر کشور باید که تحت امو جمعیت ملی کار کنه، یعنی فدریشن مشاور تکنیکی ماست و به بسیار چیزا ما را کمک میکنه، حتی دونیشن ها را بر ما میته، اما تحت چتر خود جمعیت کار میکنن. اما کمیته بین المللی صلیب سرخ جداگانه ثبت هستن و اونا هم بر ما کمک میکنن، ولی اونا یک سلسله وظایف دیگه دارن که ما نداریم. همکاری خود دارین، یعنی هماهنگی خود دارین، یعنی تو نشه که تمام مؤسسات در یک نحزت مورد توجه کنن یک نه. مورد دیگر بخیر نه، نهضت ما رو یک جای میسازه، یعنی یکی نهضت است، یکی فدریشن است که یک مرکبه نهضت است، جمعیت های ملی دیگه مرکبه نهضت است و صلیب مرکبه دیگه نهضت است، یعنی نهضت از سه مرکبه تشکیل شده. بخاطر که بینندای ما فهمن نهضت سه مرکبه شما میگین، نهضت ار سه نهاد که بیشتر گفتم با هم یک جای میسازه، یعنی جمعیت های ملی که جمعیت ملی هلال احمر افغانی یکی از اوناست و 190 جمعیت وجود داره در دنیا، فدریشن که یک نوع چتر است برای تمام جمعیت ها که فدریشن کاراشان را تسهیل میکنه و اینا در سطح بین المللی و در کشورها هم میتونه اما در زیر اثر امو جمعیت ملی امو کشور کار بکنه، و خود کمیته بین المللی صلیب سرخ است که عرصه از اینا با هم یک جای نهضت می سازن، یعنی کل ما در نهضت با هم یک جای هستیم، ولی سه مرکبه نهضت هستیم، اما در هیچ کشور هیچ صلیب یا هلال دیگه به صورت مستقلانه کار کرده نمیتونه. این پرنسیپ نهضت است و اینم تو باید باشه. از او خاطر هر صلیب یا نهاد یا هلال دیگه که در یک کشور کار میکنه یا از طریق فدریشن زیر چتر امو مثلا در افغانستان هلال احمر افغانی کار میکنه و یا که به شکل دو جانبه مستقیما امرای هلال احمر افغانی کار میکنن که ما اردو گروپ شده داریم، مثلا ما امرای صلیب احمر ناروی به شکل از طریق فدریشن کار میکنیم، اما امرای دنمارک ما قرارداد دو جانبه داریم، امرای چین قرارداد دو جانبه داریم که اونا از طریق فدریشن امرای ما کار نمیکنن، مستقیم کار میکنن. بله، لیک یک هماهنگی وجود داره که به خاطر که تنظیم امور کاملا به خاطر کل ما متحد به اون معین کنونشن های بین المللی است. مؤسسات خیریه که داخل افغانستان تحت قیمومیت اسلامیاش کار میکنن، شما از چی نام گرفتین؟ دارالیتام یا مرستون سابقه، آل کدام مؤسسات دیگه وجود داره؟ این مؤسسات دیگه نیستن، از خود ماستن اینا، مؤسسات امر ما کار نمیکنن. جمعیت هلال احمر افغانی تحت قانون خود هلال احمر افغانی کار میکنه که به نام افغانی سری میاشت طولن اینمی قانون ماست. بله. که این قانون به مای میزان سال گذشته توسط رئیس جمهور جناب محمد اشرف غنی که توشیح شده به مای میزان در حقیقت در جریده رسمی نشر شد و نافذ شد، قبل از دو ماه پیشتر توشیح شده بود. رئیس جمهور در این قانون حامی جمعیت هلال احمر افغانی است و خصوصیت خود هلالی است که ممد دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، اما یک اداره غیر حکومتی است که غیر حکومتی بودن از این
استقلالیتش تضمین میکنه. درست. و این بسیار مهم است به خاطر از اینکه جمعیت باید به التیام آلام بشری برسه و در سراسر کشور برسه. ما هیچ کدام جانبداری و یا طرف نیستیم، جانبدار نیستیم. با تمام انسان‌هایی که در جغرافیا وجود دارن خدمات ارضا میشن و در خارج جغرافیا بله، بدون در نظر داشته ایدئولوژی و قوم و زبان و رنگ و بله درست. شما قبلا از دارالایتام یاد کنین، در کدام عرصه خدمات ارائه میکنین؟ عرصه صحی مشکلات افغان مشکلات بسیار زیاد داریم، 40 سال جنگ در افغانستان موجود بودم، یک تعداد زیاد اطفال به سرنوشت وجود داره، یتیم ها وجود دارم. کدام عرصه ها شما خدمات ارائه میکنین؟ ما اصلا تمام لالا و صلیبا یک چند عرصه بسیار مهم باید که برش کار بکنه که اولینش ضد حوادث است. تمام این نهادها 190 کشور کلشان وظیفه بسیار مهمشان مبارزه بر ضد حوادث و رسانیدن کمک برای حوادث زده هاست. در هر چی میتونه که حوادث طبیعی باشه یا حوادث باشه که ساخته دست انسان است، مثلا جنگ، در این حوادث بسیار شدیدن باید ما فعال باشیم که هستیم. دوم بخش صحت است که از جمله عرصه های بسیار اساسی امی نهضت است. این دو عرصه فوق العاده مهم است برای نهضت و برای جمعیت و طبعا ما هر دو بخش به صورت بسیار فعالش داریم. و اصلا هدف اساسی نهضت و جمعیت ها رسیدگی به آلام بشری است در مجموع. اینال ما بغیر از این دو بخش بسیار مهمه که داریم، بخش دیگه داریم که بیشتر گفتم از شروع اول همون جور شده بود که به نام مرستون یاد میشه و در اینجا ما با یک تعداد گروه های در حقیقت بخش کمک های اجتماعی ماسته که در اینجا ما یک تعداد گروه های مردم ها که شدیدن به آلام بشری مبتلا هستن اونا را برشان خدمات میرسانیم که تقریبا ما 3 گروه بسیار عمده را داریم. از این گروه اول از این اطفال هستن که فاقد والدین می باشن، یک تعداد اطفال که به نام به شکل یتیم خانه داریم. دیگهش یک تعداد خانواده ها هستن که ما اونا را شب باتا و تحصیلات و تعلیم اولادایشون یاره فراهم میکنیم که در داخل مرستون اینا جای دارن. اینا خانواده هستن که مادر وجود داره، پدر و یا کدام سرپرست دیگه وجود نداره که آشوب باتشانه بکنه، کاملا در جامعه تنها ماندن که اینا هم داخل مطابق پروسیجر خاص داخل وثیقه شرعی و اینا داخل امو مرستون میشن. و باز تا زمانی که ما باید وظیفه ما در مورد از اونایی است که تا که میتونیم برشان این کمک بکنیم که سرپای خود استاد شون و اولادایشان صاحب تحصیل و تعلیم شون که این دو بخش داره. یک بخش از این بخش داخل مرستون است که در اینجا برشان ما بلاک ها داریم زندگی میکنن و یک بخش باز بعد از او یک وقت وقفه دیگه داره که در این وقت اینا خارج از مرستون برشان کمک مالی میشه که خانه بر خود کرا بگیرن و اونجا زندگی کنن. سرپای خود استاد شون؟ بله، هدف نهایی است که سرپای خود استاد شون، مخصوصا اولادایشان. سرشان بسیار ما سرمایه گذاری به این مانایی میکنیم که تعلیم و تحصیلشان ما فراهم میسازیم. وقتی که در داخل مرستون هستن ما اینجا یک مکتب هم داریم که اولادای خود در اونجا روان میکنیم، هم اطفال را که کاملا فقد والدین هستن و هم اطفال را که مادر دارن و با فامیل زندگی میکنن. دو گروه متفاوت هستن. دیگه یک گروه است که واقعا بسیار بیچاره هستن و واقعا یک رنج بشری است که من هر وقت اونجا میرم میبینمشان از نزدیک که همیشه خودم مرسی میکنم، بسیار متاثر کننده است. مریضای عقلی هستن که یگانه مرجعی که
وقتی که واقعا خانواده دیگه نمیتونه که اونا رو نگاه کنه، هیچ کس نهاد دیگه وجود نداره که اونا رو نگهداری بکنه و ضرورت دارن به نگهداری و به ورثی طبی، اونا رو ما نگاه میکنیم که دمرستون هستن، اونا یک بخش دیگه مرستون هستی. ما در مجموع دارالمجانین جدا از یک زمانی که فعالیت داشت، دارالمجانین مربوط وزارت ستا محمود مربوط ما نبود. ما هیر به نام مرکز روانی خود یاد میکنیم و اینا هم خانما و هم مردا اینجا زندگی میکنن و تداویشان برشان پیش برده میشه، دکتر میه میبینشان و طبعا نرس و نگهبان و سایکولوگ اینا ازشان ورسی میکنن. که دو مرکز بسیار بزرگ داریم ما، که مرکز بزرگترینش در هرات هسته که اونا تقریبا 300 مریض نگهداری میکنن و مرکز دیگهش به کابل است، مجموعا ما 400 مریض داریم فعلا. این 400 مریض است که مراجعه کرده اینجا یا به نحو شما دوستش پیدا کردین؟ مجموعا در افغانستان وضعیت قسم مریضایی که تکلیف عقلی دارن و عصبی دارن؟ وظیفه اساسی ورسی از تمام مریضا در افغانستان وزارت محترم صحت عام است و اونا پالیسی خاص برش دارن. خوشبختانه که امراض روانی داخل پالیسی پکیج مراقبت های صحی اساسی در افغانستان شده، اینال او مریضایی را که خانواده میتونه نگهداری بکنه، امکان تداویشان وجود داره، تمام تداوی لازمه و دوا و اینا در بسته خدمات ارزی خدمات اساسی صحی از طریق وزارت صحت عام جمهوری اسلامی افغانستان برای اینا مهیاست. یعنی در تمام کلینیک های وزارت صحت عام وجود داره، ولی زمان میرسه که اینا خانواده قدرت نگهداریشان نمیداشتن، باز مسئولیت شما شنون باز اونه. ما فعلا تنها جایی که وجود داره ماستیم، در حال که اصلا مندید از وزارت محترم صحت عام است. مرستون های تنها در شهر کابل است یا در ولایت هم وجود داره تشکیلات مرستون ها؟ ما 5 مرستون داریم که در 5 زون قرار دارن. یکیش در کابل است، در مزار شریف است، در هرات است، در قندهار است و در قندوز. این مرستون ها خب بودجه بسیار هنگفته کار دارن، مرستون ها و مراکز روانی دارن، چگونه تمیل میکنید؟ تا فعلا ما تمام تقریبا بیش از 90% بودجه مرستون های ما از بودجه خود جمعیت هلال احمر افغانی داده میشه و بعض دونرهای ما که از طریق فدریشن هستن علاقه پیدا کردن، یک کمک رو کمک میکنن و امیدوار هستیم که سرشکار میکنیم امیاله که اگه بتانیم که را بیشتر بسازیم. دونرهای خارجی است یا دونرهای داخلی؟ یعنی مثلا فدریشن خب بین المللی است. بله نه، کسایی که کمک میکنن کلش بودجه خود جمعیت است. بودجه خود جمعیت است. بله جمعیت و از نظر بودجهی برای شما بگویم که ما یکی از نهادها هستیم که خوشبختانه یک قسمت بودجه ما از خود ما میه و او به خاطر است که در مشروعی که وقتی که هلال احمر افغانی به وجود آمد، اولین کار که شد در وقت خود مرحوم بابای ملت، اونا یک سلسله املاک زمین بر ما وقف کردن. بعد از اون سلسله دوام کرد و بعض مثلا رهبرات دیگه هم وقف کردن. این مهمترین عایدات جمعیت میرسانه. از طرف دیگه در وقت اونا اتو تصمیم گرفتن که زمین های زراعتی یا تجارتی و مختلف است، اردوش است. بله. بله اما وقف است که میفهمین که وقف یک بای شرعی است که بله. تمام عایدات که از وقف به وجود میایه باید که به کمک اینمی عالم بشری برسه و ما از تمام مفاد ازی به می استفاده میکنیم که بودجه ما رو تشکیل میده. اینال بودجه قسمت که بیشتر گفتم، یک قسمت بزرگ بودجه ما از خود ما میه که او 46% فعلا پارسال، یعنی همین سال جاری ما 46% بودجه جمعیت از خودش میه. یک بخش بسیار مهم دیگه که ما میخوایم اینجا از اونا بسیار تشکر کنم، در مو سالهای قدیم تصمیم گرفته شده بود که از مالیه تجار ملی 2.5% مالیه که از تجار ملی گرفته میشه
و جمعیت هلال احمر افغانی داده شود که او تا امروز دوام داره و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از تمام تجار محترم که کار میکنن و فعالیت میکنن تشکر میکنیم. ولی تجار اینال اول ما کلش باید بگویم که یکی بودجه خود ماست، دومش بودجه است که از طریق مالی او رو به جمع بودجه خود ما میگیریم، بودجه داخلی خود ماست. یکی بودجه دیگه است که از هلال احمر بین المللی بر ما کمک میشه و بخش سوم از بودجه فدریشن از طریق فدریشن کمک میشه به ما و یک مقدار دیگه است که بسیار کم است که او از طریق کمک های دو جانبه یا کشورها یا یا کشورها یا جمعیت های ملی که با طور دو جانبه با ما قرارداد دارن صورت میگیره. اول در بودجه داخلی که بگم که 46% است، گفتم بیشتر یکی خو جایداد هسته، عایداتش هسته، دیگه می مالی هست، دیگه ما هفته مخصوص داریم که ما در جریان هفته مخصوص هستیم. در زمان هفته مخصوص هفته در حقیقت فندریزنگ یا جمعوری آن است که در اینجا باز ما یک لاتری داریم که رضاکارای ما میرن و این لاتری را میفروشن که 20 افغانی و 50 افغانی و 100 افغانی و 10 افغانی است و مردم به علاقه که دارن در می هفت روز لاتری میخرن. ما بسیار از مردم محترم و شریف هرات بسیار تشکر میکنم و روزی که در 3 روز اول تمام تکت های هرات خریدن و حتی رئیس به زون هرات از ما تقاضای تکت بیشتر کردن. دیگه ولایت دو روز تن باقی مانده و شمول کابل، خواهش میکنم تکت ها رو بخرین و روزی که شما به التیام عالم بشری میرسید. این بخش خود ما بود. وزارت محترم مالی امسال در می هفته مخصوص یک لطف کردن و به مقدار $1,000,000 وعده کردن که بخیر به تداوی سوراخ قلب برسه که این تقریبا حدود 3,500 طفل میتونه که کافی باشه برش که تداوی شوند. دیگه یک بخش به بودجه رفتیم، کل کارهای اصلی را نگفته بودم، بخش جوانان رضاکاران هنوز نگفتیم، او را برتان پسندتر میگم. سوال یک توقف کوتاه داریم، پسان سر یک موضوع بسیار مهمی که همیال شما یاد کردین، تداوی اطفال است که سوراخ قلب داره. بسیار زیاد مهم بخاطر عزیز که داخل کشور امکانات تداویش کم است و یک تعداد بزرگ از مریضایی که توان مالی ندارن بدون کمک اسلامیش برشان مشکل است که اطفال نجات بدن. فقط یک توفیق یولنده دمال رو دمین روسته بسته ایدم مورد.